قول‌های عمل نشده آمریکا عامل رنج پناهندگان ایرانی، به قلم علی اخوان از مجاهدان اعتصابی در لیبرتی، روزنامه ریچموند تایمز دیسپچ. سالها قبل وقتی که من یک دانشجو در دانشگاه کاتولیک در واشنگتن بودم، بسیار تحت تأثیر فداکاری مسیح برای دیگران قرار گرفتم. یاد گرفتم که انسان باید برای یک هدف برحق بیستد، گرچه به مرگش بیانجامد. این بود که راهی کمپ اشرف در عراق شدم که هزاران رزمنده آزادی زندگی خود را برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران وقف کرده بودند. هدف ما برگرداندن حقوق بشر به مردم ایران بود. سالها بعد ما خودمان قربانیان نقض حقوق بشر شدیم و دیدم که راه بسا پیچیده تری را باید طی کنم برای اینکه به آزادی و دموکراسی برسیم. در سال 2009 دولت آمریکا که مسئول سلامت و حفاظت ما بود تصمیم گرفت امنیت کمپ را به نیروهای عراقی بدهد. همگی ما اعتراض کردیم و به آمریکا هشدار دادیم که با این تصمیم ما مورد آسیب قرار خواهیم گرفت، چرا که نوری مالکی دستورات رژیم تهران را دنبال می کند و ما را کشتار خواهد کرد. از آن زمان 5 حمله نیروهای عراقی به قتل 112 اشرفی انجامیده است که نشان می دهد هشدار ما درست بود. دولت آمریکا التزامات قانونی و اخلاقی برای حفاظت اشرفی ها تحت کنوانسیون 4 ژنو داشت. این یک توافق مشترک بین آنها و دولت آمریکا بود. از اینکه دولت آمریکا حملات را محکوم کرد ولی اقدامی برای توقف آنها صورت نداد متعجب شدم. تعهد آمریکا برای حفاظت ما به کجا رفت؟ در روز اول سپتامبر نیروهای مالکی یک حمله دیگر به کمپ اشرف کردند که در آن 52 نفر را کشته و 7 نفر دیگر که 6 نفر آنها زن بودند را به گروگان گرفتند. 2 تن از بهترین دوستان من، حسین مدنی و بیژن میرزایی که هر دو فارغ التحصیلان دانشگاه‌های آمریکا بودند، در میان شهدا بودند. آنها بر پایه یک قرارداد 4 جانبه بین عراق، آمریکا، سازمان ملل و مجاهدین خلق ایران در اشرف بودند. دولت عراق با حمله به کمپ این توافق را زیر پا گذاشت. مجدداً دولت آمریکا حمله را محکوم کرد، اما کاری برای آزادی گروگان‌ها و یا تأمین امنیت اشرفی‌ها در لیبرتی انجام نداد. این زنجیره بی پایان قول‌های عمل ناکرده از جانب دولت آمریکا برای ما تنها یک گزینه باقی گذارد. ما تصمیم گرفتیم که در اول سپتامبر دست به اعتصاب غذا بزنیم تا صدایمان شنیده شود و توجهات را به وضعیت خطرناکمان جلب کنیم. آیا باید 7 گروگان و تمامی مجاهدین در لیبرتی جان خود را از دست بدهند تا دولت آمریکا سر عقل بیاید؟ راه دیگری نیز هست. قبل از دادن کمک بیشتر به مالکی، رئیس جمهور اوباما باید روی وی فشار بگذارد تا 7 گروگان را آزاد کند. از اینکه مالکی بدون مورد حسابرسی قرار گرفتن به خاطر 5 حمله وحشیانه به اشرف لیبرتی به کاخ سفید دعوت شد، من حیرت کردم. آمریکا باید شرایط سختی برای هر گونه کمک جدید به عراق تعیین کند، از جمله آزادی گروگان‌ها و حفاظت کسانی که در کمپ لیبرتی هستند. رئیس جمهور اوباما، هیچگاه فراموش نکن مسئول سلامت 7 گروگان و مجاهدان لیبرتی شما هستید.